متاسفانه در مناطق پشتونشین که برادرای ما هستن، عزیزای ما، هموطنای ما هستن، روی تعلیم بچه ها کار نمیشن. بله. شما به عنوان یک مولوی، به عنوان یک عالم دین، چقدر علاقمند هستین که مشکل سواد و مشکل تعلیم تربیه بچه‌های قریه غجور و یا منطقه جنگلی را انشاءالله حل کنید؟ منطقه پشتون نشین خیلی جنگا بود، مشکلکا بود. در طول 20 سال گذشته دیگه خداوند متعال جنگ و فتنه و فساد را گم کرد، دیگه خدای این را انتهایی کرد. در افغانستان دیگه چخ را خدا گم کرد، تفنگ را خدا گم کرد. مثلا ده ها تن از دخترها رفته در مدرسه شهید میشن. دلای ما واقعا به عنوان بچه های افغانستان خون است، به خاطر از اینکه ما خواهرای از ما دیروز پرپر شدن. دخترایی که میخواست اونا دکتر شوه، دخترایی که میخواست اونا کس سیما سمر واری شفاخانه ها بسازه. حال اتو دختر پشتون، مادر پشتون نیه که در شفاخانه شهدا رفته اونجا تداوی نشده باشه. کلگی شما خود رفتین، در بدری است، چی وضعیت است؟ بدکار را خدا گم کنه، الهی آمین. دشمنی افغانستان را خدا گم کنه، الهی آمین. کوپر را خدا گم کنه، خدای اسلام را قایم کنه که ما شما به قراری امی زندگی خود خو کنید، امی زندگی خود خو مورد نلید. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت دوستان محترم بیننده مردم شریف افغانستان و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت دختران سربلند و سرفراز دانش آموز در مرکز آموزشی کاج کابل، به امید اتحاد و همدلی مردم افغانستان و به امید نابودی دشمنان مردم افغانستان، دوستان محترم، امروز باز در ولایت زابل در قریه غجور در خدمت حاجی صاحب و در خدمت جناب مولوی صاحب همت و باقی برادران و کودکان عزیز غجور آمدیم. کار مسجد فضل خدا بسیار رشد داره، رونق دارن. می زمان چوب انداخته میشن که بخیر کم مانده که سقف مسجد تکمیل شه. و سلام دوستای بیننده را هم خدمت شما مرسنی مولوی صاحب. و در قدم اول مبلغ $400 آمریکایی که شدن با کلدار 91200 کلدار. بله. 91200 کلدار. یعنی میرم در خدمت شما ایره ما صرف دوستان محترم مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه از شهر کایل آلمان. خدا خیر بینه. خدا قبول شما. ایره تسلیم شینم بخیره. خدا قبول. دیگه اینال بخیره برای دوستا، برای همکارا قصه کن که کار مسجد در کجا رسیدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا لله لعلكم ترحمون. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق الله العلی العظیم. قدم نیک همه به بینندگان مسافرین و دوستایی که همراه ما در این مجلس شرکت کرده و کمک کرده، همه دوستارا از قلب نیک و از دل خلاص سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خود شما آقای اخلاصی صاحب و همراه همه رفیقای دوستا که اینجا آمدید، خیلی خوش آمدید. قدم نیک، خیلی راضی هستیم الحمدلله. یه خاطری خوب شما است که این دفعه است که شما اینجا تشریف میارید. اینجا روز اول آمدید که افتتاح مسجد شروع شده بود. بله. و مسجد کنه را ویدیو فیلم کردی. بله. اینجا را فیلم کردی. روز دویم که آمدید نیم کاره شده بود. بله. الحمدلله اینا به سقف رسیده که چوارم نسبه آماده کردیم، یکم چو مانده دیگه انشالله پود میشه. بخیر دیگه این کارگر است اینجا را خو تو میبینی دیگه کار تا وزیاد رسیده ان شاء الله. ما تا نوز راضی هستیم ان شاء الله. کریاب نشدیم، اگر کریاب شده باشیم از جیب شخصی خود دادیم ولی کارگر را ناراحت نکدیم. شما خیلی راضی هستیم، خیلی خوشحال هستیم که ار امانت که شما می و را به خیلی سختی و تکلیف کرام کل را و سرکا خراب است برای ما رسیده.
و خیلی راضی هستیم، خوشحال هستیم. تا یک اندازه کمکه خورسیده دیگه باقی منده وزید برای شما معلوم میشه، تا کرکین و دروازه و گش و سنگل و ظرف و پوش و بلا و بتر کلگی چیزاش منده. بله و تنوز تصمیم نگرفتیم دیگه، قرار قرار میگریم در یک وقت کلگی تصمیم گری نمیشه. مولوی صاحب، ما و شما مسجد را به عنوان یک مرکزی که مورد نیاز مردم از مویه میسازی، هم یک مرکز عبادت است، هم یک بله. مرکز آموزش است. بله بله. متاسفانه در مناطق پشتون نشین که برادرای ما هستند، عزیزای ما، هموطنای ما هستند، روی تعلیم بچه ها کار نمیشن. بله. شما به عنوان یک مولوی، به عنوان یک عالم دین، چقدر علاقمند هستین که مشکل سواد و مشکل تعلیم تربیه بچه‌های قریه غجور و یا منطقه جنگلی را انشالله حل کنه؟ همیشه انشالله ما در کل انشالله در کل افغانستان یا بالخصوص در ولایت از مو در خلوصوالی از مو تانوز تعلیم تربیه خیلی با سواد مردم خیلی کم است، به خاطر جنگا و مشکلاتا که شو خود دیده بده که بله. در منطقه پشتون نشین خیلی جنگا بود، مشکلاتا بود در طول 20 سال گذشته. بله. دیگه خداوند متعال جنگ و فتنه و فساد را گم کرد، دیگه خدای را انتهایی کرد در افغانستان، دیگه تخ را خدا گم کرد، توپنگ را خدا گم کرد، خدای اسلامی نظام یک وطن را آزاد کرد. الحمدلله آزاد شد، الحمدلله اسلامی امارات آمد، مجاهدین تانوز الحمدلله خوب تسلط در سر مردم افغانستان دیگه. ما هم کوشش میکنیم، ما دوستا و رفیقا و مجاهدین هم کوشش میکنه که در کلی ساحه برای تعلیم و تربیه مو برای موزش بچه مدرسه و مکتب و درس و چیزا را درست کنیم. ولی برای این مسجد را ما قصد داریم که این مسجد را این مسجد که پیلان ما و شما استاده هستیم، این مازخانه است و اتاق مهمانخانه شما برای بچه برای تعلیم درست میکنیم که اینجا بالا سواد یاد بگیره، خط یاد بگیره، تعلیم دینی و تعلیم عصری یاد بگیره. بله بله. انشالله ما آماده هستیم از شما و از باقی برادرها و بینندگان عزیز کلگی خواهش داریم که همراه ما دیگه کوشش کنه، دیگه کمک کنه، برای همراه ما یک مکتب شخصی افتتاح کنه که ما اینجا مردم بچه و یک همی بچه نیست، زیاد بچه بیچارگو همی تربی سواد و بیتعلیم منده که و اونجا درس بخانه. جنگلی چند صد خانه باشد؟ جنگلی تقریبا 500 خانه است کم بیش زیاد. مکتب چند دانه؟ مکتب یک دانه مکتب دختر است، یک مکتب چی است؟ مدرسه است یا مکتب است؟ نه مکتب دینی است، مدرسه دو تا مدرسه است. بله. مکتب دولتی نیست. مکتب دولتی نیست نه. آره درسته. این اگر حفاظ قرآن است، مدرسه دینی است، یک دو دانه مدرسه دختر است محلی. مثلا سیف الله، عنایت، نظر، اینا دهی وضعیت ممکن انجینیر افغانستان نشه به خاطر اینکه اینا تعلیمات نداره، سواد یاد نداره، قلم یاد نداره. زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم. ما شما برادر بسیار عظیم بسیار خدمت کردی برای ما، خانه خدا را برای ما درست کردی، ما دم خاک دم اونجا نماز مقدم، اونجا مال می آمد، هر چیز می آمد، ایت واس نداشتم، یک روپی، یک سورا، یک چیز که هر کس کمک کده، یک طوری خوب گفته، خدا او را در این دنیا خوار نکنه، در این دنیا خوار نکنه. اخلاقی صاحب بسیار خدمت کدی، خدمتی تو خدا دربار خدا قبول کنه. مسلم. برای از مو بسیار خدمت کردی، مو بسیار از تو خوشی. زنده باشی حاجی صاحب. خانه خدا را بدی مجبور کردی. سلامت باش. ما از غدر خوشی دیگه و یه ممایا دیگه سخنرانی نمیتونی. زنده باشین. خدا تو رو نگاه کنه. دوستایی که کمک کردن خدا و را او تا خیر بدی، از این دنیا هم خیر بدی، از اون دنیا هم پروردگار اجرش بدی. بله. خود بسیار خوش است. آره دمی خوشی حاجی صاحب. چی رقم آرزو منه که خدا به برکت از این مسجد ها چی رقم آل روز را نصیب مردم افغانستان کنن، دیده که حال وضعیت این قسمی هستن که مثلا ده ها تن از دخترها رفته در مدرسه شهید میشن، اینی وضعیت را تزایی که امیر چی رقم در بدری است، چی وضعیت است؟ بدکار را خدا گم کنه، الهی آمین. دشمن افغانستان را خدا گم کنه، الهی آمین. کوپر را خدا گم کنه، خدا یک اسلام را قایم کنه که ما شما به قراری
امی زندگی خود خو کنید، امی زندگی خود خو مورد نمیده. بله بله، تشکر حاجی صاحب، زنده باشی. پس مایک را مولوی صاحب بدین. خب مولوی صاحب، این الان کار مجید اینجا رسیده، مصرف هم تا اندازه شدن، چی قدر کارای عظیمی منده؟ کارش خو آقای اخلاصی صاحب دیگه توکشی منده، سنگل منده، گش منده، رنگ منده، خب کلکین و دروازه و پرش و دیگه چزاش منده، برچ پوشش سرشش منده. پوشش ما قصد داریم که پوشش ما چادر بزنیم. بله، که چرا این منطقه است اینجا بعضی وقتا کوی خانه من جاست دیگه، خب ما قصد داریم بخاطر اینجا مسجد اینجا زمستان میشیم. بله، قبلا تقریبا ما 10 سال 12 سال میشه که اینجا زمستان نبودیم، تابستان میامدیم اینجا، زمستان میرفتیم در جنگلی. خب یعنی بخاطر این مسجد ما اینجا هستیم دیگه، نمی کوج نمیشیم باشیم. خب انشاءالله مسجد ابو بکر صدیق کمی باید. مسجد ما و شما نامش مسجد آره، ابو بکر صدیق. کارگرای ازی تنها برادرای پشتونه یا از زاره هم کارگر داری؟ نه نه، کارگر از زاره داریم، همین استاد صاحب به من تو متروان است. خب ماشاءالله، برای ما خاک میر از فرمان شرکای ما است، غلی ما است اینجا دیگه. از هستن امان الله است نه؟ ها امان الله نمیشه. خب خب کمک مونه در مسجد خانه خدا است دیگه. آره آره، و امو تا که میخوای ده چا آبادی باید، امو تا میخوای که ده منطقه جنگلی ما آبادی باید. آره آره آره، امو رقم که مسجد ده چا، این مسجد هم امو رقم باید. بله سلام، امو تا که بچه های چا کل ریزه که تا دختر بچه باسواده اینجا هم باسواد شد. آره آره، اینجا هم دوستو و بچه که همش باسواد، اینجا باید باسواد پیش رفته باشه. اینمی در یک دست دادم 5 ناخون است، هر کدام از یک مشکل داشته باشن یا گافت است. این قوم شریف پشتون، تاجیک، ازبک، کلگی برادر، هر برادری که از نظر سواد پس مانده باشه، مشکل داشته باشن، ضرر در افغانستان است. کاش که روزی شوه که زمین ها سیف الله و نظر امین های که انجینیر شوه باین یک پروژه را در سنگ ماشه جور کنن بخیر. انشاءالله با امید خدا زنده باشین. خوب روز شما تقریبا حدودانی 90,000 کم بیش زیاد کلدار آوردی که او را بانی کدی بس کلدار کدی 400 دلار بوده. 400 دلار بوده ری دیگه 2,000,000 to 2,500,000 افغانی که بیای به نظر من انشاءالله جور میشه. این چادر پوش میشه، این چادر پوش میکنیم، همین خواست پیسا که بیای انشاءالله. خب باز ما هم کوشش میکنیم یک مقدار بده کار هستیم، از این پول هم از دیگه خرس خرس کردیم برای نگرفتیم. خوب ابتدا ما خو سلام و درود خدا خدمت بینندای عزیز وادی نور تقدیم مونم. علیکم السلام. دوستای عزیزی که تلاش کردین، زحمت کشیدین تا این اندازه را مسجد ابوبکر صدیق را رسندین، ما امیدوار هستیم که ایره به مو سیستم که مولوی صاحب گفت تلاش شنه که سقفش چادر پوش شنه و رویش هم توکشی و سنگیل شنه و چشم فر شوه، و به امید خدا را به زودترین فرصت شاهد افتتاحش باشیم که انشاءالله به امید خدا را. آره وقت کم مانده و یک کنیم ما بیشتر وقت کار نمانده. آره 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 آره، دوستای عزیز انشاءالله که دمی قسمت انشاءالله هم کاری خواد کرد به امید خدا را. باز ما شوق ممیست آقای محسنی صاحب، اینمی کلکین و دروازی زینا در چوب ممکن 40,000 شنه، در پی وی سی و آلومینیوم ممکن 50,000 شنه. آره یک 10-15-20,000 فرق آره. شده، ولی او به مراتب خوبتره، زیباتره و دائمی تره. او خرابی نداره، او خرابی نداره. چوب خام خواه آره. بارندگی خراب میکنه، آفتاب آره. خراب میکنه. درست. اگر آلومینیوم شوه هم خوبش میایه، پی وی سی شوه خوب از همه خوبش میایه. یعنی انشالله ما هم را خود دست میداریم. انشالله باز در جریان وقتی که ارو خوب میگذاریم. بله. باز امرای شما هم صحبت میکنیم، باز دوسته هست که در سنگ ماشه میریم اونجا خودی سنگ ماشه اونجا پیدا میشه. اول کارخونه ایش هست، 4 کارخونه هست. خوب انشالله میتبه، مجید خاتمان میده. آره انشالله با امید خدا. تشکر دیگر، باقی دوستان حتماً میخواید صحبت کنه، منطقه همی کافیه. بله. کفایت میکنه بیننده زیاد وقت ندارن. دیگه دلای ما واقعا به عنوان بچه های افغانستان خون است، به خاطر از اینکه ما خواهرای از ما دیروز پرپر شدن، دخترایی که میخواست اونا دکتر شوه، دخترایی که میخواست اونا کس سیما سمر واری شفاخانه ها بسازه، ولی اون دختر پشتون، مادر پشتون نیه که در شفاخانه شهدا رفته اونجا تداوی نشده باشه. کلگی شما خود رفتین؟ آره آره، در شفاخانه شهدا در سنگ ماشه، شفاخانه فاطمه زهرا. یعنی اون یک کسی پیدا میشه این طور رقم، ولی متاسفانه اونا پرپر شد. خدا انشالله ارواح همات ما شما را، خصوصا ارواح شهدای دیروز را
خدا شاد داشته باشن. بازم یک صلوات ختم کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما موفق باشین. خدا ان شاء الله دوستای ما را آباد داشته باشه. تشکر. وقت شما خوش. خدا حافظ.